سخنران گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز سه‌شنبه است، 23 از ماه مارس سال 2010 میلادی. دستگاه ما هم خراب است، فکر میکنم بتوانیم با تصویر با شما صحبت کنیم. هر کار کردیم درست نشد، باری میپره این دم و دستگاه ما میپره. اجازه بدید که یک غزل از حافظ برای شما بخوانم. هموطنان گرامی، گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دیگر اونجا که روم عاقل و فرزانه روم. زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. ببینید حافظ چگونه حرف خودش رو میزنه. نذر کردن میگوید که این سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردن که هم از راه به میخانه روم. نذر حافظ این بوده است که به وطن رسید برود به میخانه، نگفته است نذر کردم که بروم سری بزنم به ام القرا، اونجا حجر الاسود رو اونجا زیارت کنم، یا بروم به خدمت حضرت سامن الائمه اونجا زیارتی بکنم. نه، نظر حافظ از این نوع هست. در واقع این رندی حافظ که واقعا میگویند این واژه رند در هیچ فرهنگی در واقع برابر ندارد، از اینجاست. ببینید چگونه سخن گفته. این سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک، به در صومعه با بربط و پیمانه روم. آشنایان ره عشق گرم خون بخورن، ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم. بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار، چند و چند از پی کام دل دیوانه روم. گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز، سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم. خرم آن دم که چو حافظ به تولای وزیر، سرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم. با پوزش مجدد از این خرابی این دستگاه امشب، که مدتی است که این دستگاه خراب هست، وارتان گرامی هم مشغول به این هست که این دستگاه رو راه اندازی بکند که شما بتوانید برنامه رو زنده خدمتون اجرا کنیم. ببینیم چه میشه. بعد وارتان جان مثل که نشد. بله، هر شب موسیقی
بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از قربت حافظ شنید. خون پاک عاشقی در جان ماست، ریشه این عشق در ایران ماست. هموطن نوروز تو پیروز باد، ای وطن هر روز تو نوروز باد.
یا یک نهاد بزرگ دادگستری. اینا به معنی که سقوط کرد چون کارش قانونی نبوده و فقط به فرموده او بوده سقوط میکند، بعد اون آدم بعدی میگه همش خراب بوده بریز این دونه چیز دیگر بیاوری. این همین وضعیتی که در کشور ما هست متاسفانه. این است که لطفاً هر شبت که از این داستانها به میان نیاوریم، خیلی بده به نظر من، بسیار زیانبار هست همین داستانها، چون با مغالطات زبانی تو هم هست ممکن است این واژه منور سبب گمراهی کسی هم بشه، بگه بله منور، منور از نور است، بنابراین این واژه این چیز خوبی است و این میشود که دیکتاتور هم منور باشد. ما دیکتاتور منور همتنان سراغ نداریم واقعا. کشور ما نیازمند مؤسسات هست، مؤسسات پایدار مثل روزنامه ها، مثل دانشگاه ها، مثل اتحادیه های کارگری، مثل احزاب سیاسی که مهمترین اینها هست، پایدار پایدار بماند و مردم به انتخاب خود، رهبران خود انتخاب بکنن. از اینجور داستان هم دیگه به کل از سبت که قدیمی شده این داستان استبداد منور، یک مغالطه بیشتر نیست. در روزگار قدیم خب همه جا استبدادی بود، کسی هیچ توقعی هم نداشت، اما از روزگاری که در واقع حرکت‌های دموکراتیک شروع شده است در جامعه بشری، به خصوص از سال 1970 به این سو که بیشتر از نمیدونم شاید 70-80 کشور دموکراتیک شدند و اینها، بهتر است که این طریقی که پدران ما پیشنهاد کردن بسیار زیبا بود، همون طریق قانونمندی و طریق عدالت‌خانه و طریق حکومت مردم، مردم سالاری، این تنها طریقی است که میتونه ما رو نجات بده. نه دیکتاتور بلند به درد ما میخوره، نه دیکتاتور کوتاه، نه شاه به درد ما میخوره، نه نمیدونم خمینی. اینها عرض شود که سیستم‌های ورشکسته هستند، سیستم‌های ورشکسته و قدیمی هستند. درست میشه که ما بخوایم با گاری به مقصد برسیم، با گاری به مقصد نمیرسیم. اینها گاری هستند، این سیستم‌های استبدادی به مثابه همون گاری هستند که ما رو به جایی نمیرسانند. مردم ایران هم عمدتاً بیدار شدند، دیگر فکر نمی‌کنم خواستار یک دیکتاتوری دیگری باشند بعد از دیکتاتوری محترم جمهوری اسلامی عزیز. باری این عرض شد که رپابلیکن ها که مخالفت داشتن و دارن، بیچاره کلینتون خیلی زحمت کشید در روزگار که رئیس جمهور بود و خانومش، که این داستان مربوط به بیمه رو اینها قانونی بکنند، مخالفت کردند و جمهوری خواهان نگذاشتند و سنگ راه شدن، تازه دست هم بر نداشتن. حالا قانون هم شده، به امضای آقای رئیس جمهور هم رسیده که رئیس قوه مجریه است. حالا 10 تن نمیدونم 12 تن از اینها در این کیس رو بردن، یعنی پرونده کردن علیه این داستان که نمیشود به زور به مردم بیمه داده، چیزی از این قبیل که از طریق قانونی بتوانن یک چوبی به چرخ این قضیه وارد بکنن. اما سرانجام خواست مردم پیروز خواهد شد و در هیچ گونه شکی نیست. این بهترین سیستمی است که میشود که در این قرن 21 ما داشته باشیم و بتوانیم از آن استفاده کنیم. باری از این هم که بگذریم، فکر میکردم به این داستان مادرنیتی و پیشرفت و اینها که بودن، چه کشورهایی که زودتر از همه به آزادی رسیدن و توانستن یک سیستم های انسانی پیاده بکنن. البته جریان جریانات موازی بسیار بوده، مثل فرض فرمایید که همین مطالبی که در رنسانس مطرح شد، مثل هیومانیسم، مثل دوران کش که در واقع اختلاط و امتزاج فرهنگ ها بود و این خیلی اهمیت داشت، مثل رفته رفته پیدایش کاپیتالیست و عرض کنم که سقوط فئودالیسم، همه اینها بوده. اما به واسطه مشکلی که ما داریم در کشورمون که حکومت آخوند و ملاس و اینها، از این جنبه که نگاه کنیم به تاریخ در میابیم کشورهایی به آزادی رسیدن که حاکمیت آخوند رو از مملکت برداشتن. و وقتی ما این در واقع زنجیر رو بکشیم میرسیم به آقای لوتر، آقای مارتین لوتر که یکی از بیدارترین مردم بود در روزگار خودش. و این لوتر آمد، آلمانی بود در واقع این مرد، و بکنم در دانشگاه ووتنبرگ تحصیل کرده بود. پدرش خیلی دلش میخواست که این آقا وکیل بشود ولی نشد، روی آورده بود مسیحیت و خود کشیش بود و اینها، آمد و فقه خودش رو نوشت. و چون جامعه آمادگی داشت بعد از
قرنها در واقع استثمار به دست کلیسا و این امپراتوری ها و اینها آمد این واسطه رو از میان بردارد. یک کار انقلابی شگفت‌انگیز کرد و اون این که آمد و این انجیل رو به آلمانی نوشت. پیش از اون بایستی حتما به لاتین می بود، مثلی که اگر لاتین نباشد از قداستش کم می شود. همین داستان قرآن که میگه اگر قرآن عربی ننویسید که قرآن نیست، قرآن باید عربی باشد. البته ترس اینا این است که چون شما قرآن از عربی به فارسی جلب کنید مغالطاتش معلوم میشه چی هست، اما وقتی عربی است چون از عربی میترسیم وحشت میکنیم و قبولش میکنیم که یه چیز عجیب غریب شگفت انگیز از آسمان ها آمده. این آقا هم همین کاری کرد، این به زبان لاتین بود و آمد و این رو به زبان عرض میشود که آلمانی نوشت و بر اثر تشویق های او بعد انگلیسی هم جرأت پیدا کرد به زبان انگلیسی نوشتن. شما امروز هر انجیلی به دست بگیرید به زبان همون مملکت نوشته، ولی در روزگار قدیمی به زبان حتما میواسی لاتین می بود. یک ورژن های البته یونانی هم داشته است که حالا بماند. و بعد سخن دیگری که او می گفت این بود که ما بایستی واسطه رو قطع بکنیم. انسان ها آزاد هستند به عقاید، انسان ها آزاد هستند به تفسیر انجیل، چون در روزگار آمده بود که شما حق ندارید، فقط این عاشق مرتضی و آیت الله العظما فلانی حق دارد که این را عرض کنم که تفسیر بکند، شما که عقل درستی ندارید. یا آمد گفت نه آقا، هر کسی میتواند به وجهی که دوست دارد و راحت هست و لذت میبرد و خودش رو به خدا نزدیک میبیند این انجیل رو برای خودش تفسیر بکند. و بعد موضوع آزادی سیاسی پیش آمد، وضعیت اروپا را اگر در نظر بگیریم میبینیم که این آمادگی ها بود و آمد و این واسطه بین انسان و خدا رو برداشت که همین آخوند باشد. در حقیقت خدمت شما بارها عرض کردم که این انسان به واسطه ضعف‌های بسیاری که داشت هر پدیده از طبیعت رو که نمی‌فهمید به یک جایی منتسب می‌کرد، توضیح مرموز می‌داد، همون آرکین اکسپلینیشن، یعنی توضیح مرموز، مغلطه توضیح مرموز. نمی‌دانست الماس از کجاست و چگونه تشکیل میشه، یه توضیح مرموز عجیبی میداد که آقا رعد و برق که میاد میخورد به زمین، این رعد و برق که میره به زمین تبدیل شد به الماس. حافظ ما هم از همون گرفته است و میگوید که سنگی از کان مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد و بارون را چه شد؟ در این کان مروت میگوید گوهری شکل نگیره، پس چی بود این همه بار و باران و اینا و رعد و برق و این داستان ها؟ توضیح مرموز میداد، منتسب میکرد به یک چیز ما بعد و طبیعه، از کنم که کار اوست. تا هرچه عقل پیشرفت کرد و اینها و قدرت فکری انسان بیشتر بیشتر شد، این فاصله کمتر و کمتر شد. این است که واسطه ها پیدا شدن، انسان های بسیار باهوش اما بسیار بسیار نیرنگ باز که بله هرچه تو نمیدانی از من بپرس، من با اون بالا ارتباط دارم. یک ادیان بر خان اینها نشستن، اسم اینها شد آخوند، آخوند مسیحی، آخوند یهودی، آخوند زرتشتی، فرقی نمی کند، این یک صنفیست. تصور نکنید کسی که عمامش سبزه نمیدونم یا عمامش سیاهه، حالا این آخوند بهتریه، اون که عمامش شکل دیگه است اینها، یا فرم لباسش یا دینش فرق میکنه، نه، آخوند یکیست، فرق نمی کند. در واقع یک صنف هست در جهان، یک شغلی هست در دنیا به نام آخوندیست. اینها کارشون دروغ گفتن هست و سوء استفاده از جامعه و مفخوری. اینا پیدا شده بودن و اروپا رو همونطور که مطلع هستید که بزرگترین اینها شخص پاپ بود که امروز هم البته هست، اما دیگر دندانهاش کشیدن و حق دخالت در جایی ندارد و اینها. و این امپراتور بود، در واقع پاپ امپراتور بود، عرض شود که این فئودال‌های پوچکتر هم این طرف اون طرف بودن. و وقتی که همین آقای لوتر پیدا شده، در واقع یک شکستی بوده است برای تشکیلات کلیسا و از اونجا آغاز شده. آمده است میگوید که من این واسطه رو قطع میکنم، هر کسی میتونه، چون میدونی کسی که سینر بود، گناهکار بود، میبایستی از جایی که گناه کرده بود زانو میزد، سینه خیز روی زمین خودشو میکشید در بعض فرهنگ ها تا خودش میزنه به کلیسا. بعد زخمی و گرسنه و بیچاره و با لباس ژنده و پاره خودشون میرسن به اون سوراخ. آقای کشیش گردن کلفتم کنار نشسته بود به اعترافات این گوش میکرد و میبخشید، چون این واسطه بود بین این آدم و اون خدای اون بالا. آمد گفت آقا اینها همه مهملات و مزخرفات هست، این پروتستانتیزم یا پروتستانیزم از اونجا آمده. و حالا من وارد بقیه مطلب نمیشم که
عرض کنم که چگونه آزادی به وجود آمد و صنایع به وجود آمدند و علم به وجود آمد و همه این گسترش به واسطه حذف این واسطه بود. من نخواهم لطف حق با واسطه که هلاک خلق شد. این رابطه آخوند واسطه هلاک خلق هست. امروز هم که دیگر که عرض کنم تا اونجایی به کشور خودم مربوط است که دیگه نپرس که چگونه است داستان ما. داستان حزین است واقعا، داستان حزین و ننگی نیست این قصه جمهوری اسلامی ایران. باری این حذف این رابطه که همین آخوندیسم بود و مذهب بود سبب گسترش شد. عرض کردم جریانات موازی هم بسیار بود، مثل به خصوص هیومانیسم. این هیومانیسم و اومانیسم یعنی در واقع گرایش به انسان، مکتب انسانی، انسان شناختی، یا مکتبی که به رنجهای انسان نظر داره و انسان رو اصل میداند هم در اروپا قرن 14 و 15 بود. اتفاقات دیگر هم شده بود. باری در آلمان بوده است، پس نخستین کس آلمانی بوده و این سبب شد که در عرض کنم انگلستان هم اتفاق خیلی خوبی افتاد. آقای هنری هشنام عرض شد که یاغی شد، اساسا اموال کلیسا رو اونجا کانفیسکیت کرد. و در انگلیس هست که بر اثر همین فعل انفعالات و اینها در سال 1688 اون انقلاب شکوهمند و ایجاد پارلمان. این پارلمان خیلی مهم بوده، انگلیس ها خیلی نقش مهم داشتن. اجازه فرمایید که یک ویولون بشنویم از پرویز یا حقی. برمیگردم خدمت شما دنبال مطلب. Thank you.
درود بر شما هموطنان گرامی. ساز استاد پرویز یاحقی، هنرمند بزرگی که در اسارت مرد، این اغراق نیست. 30 سال این مرد بزرگ محروم بود از اینکه ارتباط برقرار بکند با شنوندگانش. بله، تخصص او البته تخصصش در همین موسیقی بود، اما پرویز یاحقی به نواختن شوشتری های پرشور شهرت داشت حقیقتا. خب بگذاریم برگردیم سر این داستان. عرض می شود که چیز که خدمتتون گفتم در واقع قطع دست اولوالامر، اتوریته، ما بایستی این شهامت رو داشته باشیم، اتوریته رو مورد سوال قرار، قدرت رو، نهاد قدرت رو مورد سوال قرار بدیم. حالا این قدرت پدر هست، پدر بزرگ هست، آقای رئیس در اداره هست، حضرت آیت الله العظماست، حضرت امام جعفر صادق، عرض کنم الله مدینه، حضرت رسول الله، اینا هم اتوریته هستن. ما بایستی شک کنیم در این اتوریته ها. مولا علی، وگرنه با آزادی هرگز نمیرسیم. بایستی در دانسته ها شک کنیم، با خرد و استدلال های درست ببینیم آقا ما آدم های زمینی هستیم، درد ما زمینی است، رنج ما زمینی است، نشاط و شادی ما زمینی است، همه چیز ما زمینی است. اینکه فردوسی در خلقت انسان میگوید چوزین بگذری نه کزین بگذری، مطابق دستور قواعد پهلوی، چوزین بگذری آدم آمد پدید، میگوید آمد پدید، نمیگوید خداوند تبارک و تعالی او را خلق کرد. شد این بندها را سراسر کلید، با چه کلیدی؟ کلید خرد، همین ها را گشود انسان. تا ما نتوانیم اتوریته، اتوریته میگم ایران، اتوریتی به انگلیسی یعنی مرجع قدرت، رو ما بایستی بشکنیم، خرد کنیم. نه آقا، این آقا بلنگو دستشه. من کاملا دیدم، کاملا مشهود است که ما چه میزان مرعوب اتوریته هست. به محضی که یک کسی از بین خود ما نشستی داریم صحبت میکنیم، یک کسی میره اون بالا بلنگو دستش میگیره، ما در مقابل او خاضع میشیم، چون بلنگو دستمونه، میترسیم. تا بگن این جناب آقای پروفسور فلان، هر مهملی که گفت میفهمیم، چون عقل روزمره ما تشخیص میده، این منطق طبیعی ذهن ما میفهمی آقا داره دروغ میگه، جرأت نمیکنیم سوال کنیم. چون ما رو از اتوریته ترساندن، ما رو از قدرت و مرجع و مأخذ و مرجع قدرت، سرچشمه قدرت ترسانیدن، ما رو از قرآن ترسانی وحشت میکنیم. یکی آخوند عربی صحبت میکنه، میخوام تسلیمش بشیم، دست و پامونو میبندیم، تعبیرش آقا قرآن میخواند، بریم ببینیم چه میگه این. مفهومش در اون چیز مهملی است، در معنی مهمل، ممکنه معنی خوبی هم داشته باشه، ولی این دلیل ارعاب ما و تسلیم ما نیست. شما اگر تسلیم شدیم، زمینه برای تسلیم های دیگر هست که یک آخوند بیشعور جنایتکار بیاد بر ما حکومت بکنه، بچه های ما رو بکشه، آزادی رو از ما بگیره. در سرمایه های ملی ما که متعلق به گذشتگان بوده و امروزیان و فردا و نسل‌های آینده، دخل تصرف بکنه به میل خودش، ما رو هم آدم حساب نکنه که برای ما یه بیلانی هم بده. اقلا آقا مال شما رو خوردیم این مقدار، هیچ کس نکرد این کار. بیشتر از 100 سال است که این دزدان دیکتاتورها نفت این مردم رو میخورن، یک بیلان به این مردم ندادن. شنیدید شما هرگز که نامه بیاد در خونه آقای حسین علی جعفر، آقای فلان، اینا ما اینقدر نفت شما رو دزدیدیم خوردیم،
یا این مقدار درآمد این مملکت بود، این مقدار فروش رفت، این مقدار هم خرج شد، این مقدارش هم در خزینه هست. شنیدین همچی چیزی؟ زمینه های اینا همون ترس از اون قرآنه و اون خدا و اون علی و امام جعفر صادق و اون قبر امام و نمیدونم چی و اینا همین حرف هست. ترس از پدر و احترام چیز دیگریست، ادب چیز دیگریست. خب بنابراین این کوئسچن کردن اتوریتی از لوتر شروع شده. لوتر مرد آلمانی نشست فکر کردید بسیار مهمل از این حرفایی که میزنن آخوندها و این فقهی که و این حکمت اسکولاستیکی که در این حوزه های دانشگاه های اروپا هست، اینا همه مهملات است. دلیل مهمل بودنش هم این است که هیچ گشایشی در کار انسان نشده، هیچ پیغمبر یک سردرد خوب نکرده. من مطمئنم حالا کسی آقا این مسیح مرده رو خوب میگن، آقا مسیح بیچاره همچین چیزی ادعای نداشت هرگز. خب اجازه بفرمایید که برویم و در اخلاقیات اسپینوزا که این مرد بزرگ هم در واقع زیر بار عرض شود که این کنیسه ها نرفت و یهودی ها این خاخام های یهودی که امروز هم از کنن به قدرت برسن همون داستان رو برقرار میکنن، اینها بیچاره رو تکفیر کردن، در تنهایی میزیست و اینها. یکی از بزرگترین فیلسوفان عصر جدید باروخ اسپینوزا مرد یهودی است که البته هیچ انسان فرزانی زیر بار دین و مذهب نرفته، همچنان که حافظ، همچنان که فردوسی، همچنان که رستم. در واقع این رستم ما که اینقدر دوستش داریم و فردوسی میفرماید جهان آفرین تا جهان آفرید سواری چو رستم نیامد پدید، اینو با تفکر دقیق بیان میکنه. چون رستم هیچ دینی رو نپذیرید، اما بیدین هم نبود، واسطه رو نداشت، پیش آخون نرف اونجا دین بپذیره، مستقیم یک رابطه برقرار میکرد با اونجا اون در واقع یزدان پاک مینامید. هوشمندان همین تاریخ مشروطه خودمان، تمام کسانی که اهل معرفت بودن و اهل آزادی و آزادگی بودن، این عمامه ننگین رو منداختن. علی دشتی، استاد فروزانفر، مرحوم تقی‌زاده، احمد کسروی، کم نیستن اینها. خوشبختانه آخوندها چیزی رو که از دست دادن دیگه به دست نخواهند آورد و اون گوشهای مردم رو از دست دادن. خودشون برای خودشون باید صحبت کن. گوش رو از دست اگر داد دولتی تمام کارش. حافظ زمانی گوشش رو از دست داد به ملا، یعنی گوشش رو از دست داد، یعنی ملا گوش حافظ رو از دست داد و گوش نمی کرد. اونجایی که میگوید که دوشو از برمی واعظ و بیهوده مگوی، من نه آورم که دیگر گوش به تزویر کنم. یعنی گوش من رو از دست دادی، تحمل شنیدن مهملات تو رو من ندارم. دوشو از برمی واعظ و بیهوده مگوی، من نه آورم که دیگر گوش تزویر کنم. خب اینجا یک بخشی هست زیر عنوان بندگی و آزادی انسان در صفحه در واقع 40. خیلی غلط نوشته شده اینجا، 40 هم نیست، بله 40 هست، از بخش مربوط به باروخ اسپینوزا. میگوید معلوم شد انسان دستخوش هواهای نفسانی است و هواهای نفسانی مایه اختلاف و نفاق و دشمنی مردم با یکدیگر است. جز این که چون افراد انسان در مقابل قوای طبیعت ضعیف و عاجزند و به تنهایی از عهده حوادث روزگار بر نمی آیند، ناچار به تعاون یکدیگر راضی شده مجتمع می شوند و برای اینکه بتوانند زندگی اجتماعی داشته باشند
یک اندازه از اموال یکدیگر از رعایت از احوال یکدیگر بسته باشه، رعایت کرد هوای نفس خود جلوگیری میکنن. و سر طبیعی اون این است که از هواهای نفسانی اون که قوی تر است طبعا بر هوای نفسانی ضعیفتر چیره میشود و اون رو از من میبرد. به عبارتی دیگر شری به شری دفع میشود. این هواهای نفس رو اسپینوزا شر میداند، میگوید شری به شری دفع میشود. آداب و رسوم و قوانین که میان مردم استقرار مییابد و موجب آسایش و امنیت اجتماعی میگردد از اینجا ناشی است. هر چرا با مسائل حیات اجتماعی سازگار مییابند نیکو میخوانند و عمل به اون را فضیلت مینامند و هر چرا مخالف مصلحت میبینند بد میخوانند و عملش را از رذایل میشمارند. اما این فضیلت و رذالت نظر به حوائج اجتماعی است و در نفس الامر حقیقت ندارد، چون منشأ آن همون نفسانیت است. چنان که میبینیم یک صفت در یک موقع پسندیده است و در موقع دیگر ناپسند است. مثلا عداوت ورزیدن را از صفات بد میشمارند، ولیکن اگر نسبت به اشرار ابراز میشود میپسندند. و حال اون که اگر اعتبارات را در نظر نگیریم و نفس الامر را ملاحظه کنیم، در میابیم که عداوت از نفسانیاتی است که منشأش اندوه هست و بیش از این باز نمودیم که اندوه مایه دوری نفس از کمال است. خب خدمت شما پیشتون عرض کردم که به نظر اسپینوزا کمال انسان یکی از حجاب در واقع حجاب هاش و پرده هاش برای رسیدن به کمال اندوه هست و تقسیم بندی اندوه و نشاط کرده که میل انسان به زندگی است، میلش به تداوم حیات و نشاط هست. این است که اون چه شر است ایجاد اندوه میکند و ریشش در اندوه هست یا اندوه آور است در واقع. خب میگوید که پس عداوت ممکن نیست نیکو باشد. میگوید که عداوت چیز بدی است. از هر کس مثلا آقا دشمنی خوبی چیزی است؟ میگه نخیر آقا، حافظ گفته است که درخت دوستی بنشان به حال دشمنی برکن اینا. بعد ببینیم یک عده سوار و سپاه و اینها جمع شدن و دارن میرن و تیر و تفنگ و اینا چیکار میکنن؟ گفت داریم اشرار رو اینجا میکشیم. ببینید مخالف دولت هستن اینجا، اینا اشرار هستن ما داریم میکشیم. گفت آقا شما گفتید که عداوت چیز بدی است. نه، مصلحت جامعه این خوب است. حالا بنده یادم اومد از چیزی که عرض کنم از مفاسد در واقع بین ما بعض ما این هست که حقش بود. آقا این تعداد آدم رو کشتن، اونا کمونیست بودن حقشون بود. اون دیگران هم گرفتن کشتن زدن، اینا بابی بودن خب حقشون بود. این عرض شد که نشون میداد که این ذهن هنوز به درجات کمال انسانیت و انصاف نرسیده. حقش بود. اصلا یک واژه بین ما رایج هست، توی آمریکا نیست این واژه، تو ادبیات آمریکا نمیشه. زندان سیاسی، زندانی سیاسی. آقا اصلا زندانی سیاسی وجود نداره تو دیکشنری، اصلا پیشبینی نشده همچین چیزی. و زندان سیاسی یعنی چه؟ اسمش بهتر است بگویم بگذارن که مخالفان استبداد. حالا یکی مخالف است با استبداد از طریق فرض و فهمات سوسیالیست، یکی مخالف است با اون استبداد خاص از طریق بهونه میدونم کمونیسم، یکی مخالف است از طریق لیبرالیسم. اینها رو میندازن توی زندان بخاطر دیکتاتور خوشش نمیاد. اینها زندانهای سیاسی و زندانی سیاسی هستن. آقا مگر که عقیده رو میشود زندان کرد؟ این اصطلاح هم بایستی از اون اصطلاحات بسیار منحوس هست که بایستی از ادبیات فارسی بره بیرون. خب به خاطر عقیده که نمیشه کسی رو زندان کرد که این آقا چنین میاندیشه. این خیال میکنه آقا سوسیالیسم چیز خوبی است. خب بگید زندانش کنید. این حرامزاده خائن به مملکت، میخواد مملکت رو بدهد به روسا، ایران رو ایرانستان کنه. اینها گرفتاری های فرهنگی است هموطن. خب میگوید که خب پس عداوت ممکن نیست نیکو باشد و صفات دیگر هم از قبیل ترحم و پشیمانی و فروتنی و شرم و حیا همین ها را دارد. و بنابر تحقیقاتی که پیش از این کرده ایم، کمال در این است که مطلقاً از اندوه و هرچی از آن ناشی می شود دوری جوید.
البته گریه برای حسین ثواب دارد، یعنی این که یک ساعت گریه برای حسین بیشتر از خون 70 شهید ثواب دارد. گریه کنید. اسپینوزا میخواهید تشریف ببرید هر سبت که ایران پای وضعی ملا بنشینید، اسپینوزاست نشسته اونجا، گل ببالید، خاک بر سر کنید. فرزندان آریو برزن و کوروش کبیر، من فکر کنم این کوروش کبیر و داریوش کبیر و این مردان بزرگی که این مملکت رو با خون دل و اون همت‌های بلند ساختن و نامش رو در جهان برکشیدن، امروز زنده می شدن همون لحظه اول سکته می کرد. وضعیت امروز ما رو می دیدن حتما سکته می کردن، همون رو می مردن. خب می گوید که از اندوه دوری جویند، از این گذشته اگر انسان از راه وصول به کمال دور نمی شد و گرفتار انفعالات نمیگردید، به بدی بد نمیخورد، بر نمیخورد. خاصه این که بدی امریست عدمی و جنبه منفی دارد و چون بدی ادراک نشود، نیکی هم که ضد اوست ادراک نخواهد شد. پس باز میرسیم به این که نیکی و بدی از امور اعتباری هستند و حقیقت ندارن. کسانی هم که از ترس دوزخ یا امید بهشت و این قبیل ملاحظات خود را مقید به احوالی میکنن و کف نفس و زهد و ورع و عبادت پیش میگیرن یا تحمل ریاضت می نمایند و به قول معروف از دنیا می گذرند، فضیلتشون تقریبا مانند امانت و درستکاری کسانی است که از ترس مجازات قانونی یا برای حفظ آبرو از نادرستی دوری می جویند. ما یک عارفی داریم به نام راوعه، می گوید که یک چوبی گرفته بود، دو طرفش رو پنبه بسته بود، آتش زده بود. گفتن راوعه در چیستی؟ گفت من میروم تا در بهشت و دوزخ آتش زنم که مردم افعال و اعمال نیک رو از ترس دوزخ و ذوق بهشت انجام ندهن. وارتان جان وقت ما که تمام شد نه؟ بسیار خوب، بسیار خوب. هر سبت خدمت شما که اسپینوزا هم همین رو گفته است، میگوید که کسانی که در واقع از ترس قانون یا گرفتاری است که کارهای خوب انجام میدن یا امانت داری میکنن، این هم شباهت به همون کسانی دارن که پیش از این گفته شد. اینجا هم هوا البته کم گرم نیست. خب بله، البته با این وسایل اصلاح مفاسد کردن باز از پیروی هواهای نفسانی بهتر است و برای عامه مردم و زندگانی اجتماعی غیر از این چاره نیست، اما از نظر فلسفی برای کسانی که دنبال حقیقت می‌روند قانع کننده نتواند بود که فسادی به فسادی دفع شود. فکر می‌کنم تا همینجا ما از شبت که بسنده کنیم به این بخش، چون چند هفته‌ای در باب این مرد صحبت کردیم و بعد از این نوبت میرسد به یک حکیم دیگر به نام لایبنیتز از بزرگان اندیشه و به قول راسل میگوید که سوپریم اینتلکت آف آل تایم، وان آف دی سوپریم اینتلکتس آف آل تایم، یعنی یکی از بزرگترین مغزهای تمام تاریخ است. وقت ما در اینجا به پایان رسید. وطنان گرامی، با سپاس از شما و سپاس از وارتان گرامی و همه شما هموطنان در هر کجا که هستید و همزبانان گرامی، برنامه رو می‌بندیم. فردا خدمت شما در باب شاهنامه صحبت می‌کنیم. تا فردا درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.